گلگشت برنامه است کاملا مستقل بدون وابستگی به نگرش‌های قومی، سیاسی و دینی. گلگشت کوشش می‌کند دیدگاه‌های گوناگون سیاسی، ادبی، هنری و فرهنگی کارشناسان، نخبگان و فرهیختگان را به شما ارائه دهد. با این امید که فضای گسترده‌تر برای تقابل اندیشه‌ها به دست آید. نگرش‌های متفاوت را برمی‌تابیم، پاکیزگی کلام را پاس می‌داریم و با هم به گلگشت می‌رویم. با صمیمانه‌ترین درودها، حسین اعجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو از این لحظه آغاز می‌کنم. بعد از مقدمه کوتاه می‌رویم به شرق آمریکا، به شهر نیویورک و با مهمان ارجمند برنامه امروز آقای دکتر منصور فرهنگ خواهیم بود. شرایط بسیار پیچیده و بغرنجی که در نقاط مختلف دنیا این روزها شاهدش هستیم باعث شده که در واقع بسیاری از کشورهای بزرگ، صاحب نظران، سیاستمداران و کسانی که در واقع دارن کشورهای مختلف اروپا و امریکا رو اداره میکنن، احزاب و افراد، رؤسای جمهور، نخست وزیران این کشورها در شرح این قضیه واماندن که با این همه مسئله، با این همه دشواری چه باید کرد. مسئله دخالت‌های روسیه در اوکراین که این روزها مرتب راجبش میشنویم و در واقع پنهانکاری‌ها و انکار آقای پوتین در مورد دخالتش در اونچه که در اوکراین داره میگذره، مسئله پیدا شدن یک جانور بی شاخ و دم و عجیب و غریب به نام داعش یا ISIS و مسئله پیچیده سوریه، مسئله بسیار پیچیده اسرائیل و فلسطین، همه این مسائل مراحل رو در واقع پیش روی یا مسائلی رو پیش روی سیاستمداران و تصمیم گیرندگان جهانی قرار داده که در بسیاری از موارد راجبش اظهار عجز میکنن برای حلش و نمیدونن که چه باید بکنن. در حال حاضر، یعنی در چند روز گذشته، آقای اوباما برای مذاکره با سران کشورهای اروپایی به کشورهای مختلف مسافرت کرده، به مسافرتی داشته به اروپای شرقی، به یکی از کشورهای اروپای شرقی و با این امید که بتونن راه حلی پیدا بکنن در درجه اول برای مبارزه با همین مسئله داعش یا ISIS و این وحشیگری ها و کارهای غیر انسانی که ما شاهدش بودیم و متاسفانه این رسانه های اجتماعی این روزها تمامی این خشونت ها رو جلوی روی مردم میگذارند که در واقع موجب شده این قضیه که بسیاری از این خشونت ها دیگه واسه مردم نه اینکه عادی شده باشه ولی دیگه زیاد تعجب نمی کنن ازش. من با صحبتی که می کردم با یکی از صاحب نظران، بحثشون در این مورد بود که این خشونت ها همیشه به خصوص در کشورهای اسلامی وجود داشته. مسائل دینی هر بار که مطرح بوده تنها مسئله اسلام نیست، مسئله مسیحی ها و سایر گروه های مذهبی نیست در گذشته خشونت های زیادی رو مرتکب شدن، با این تفاوت که امروزه ما شاهد نحوه متفاوت اون هستیم. من دیگه وقت رو نمیگیرم و میرم و صحبتم رو با آقای دکتر منصور فرهنگ شروع میکنم. همونطور که در آغاز برنامه اعلام کردم، امروز مهمان عالی قدر و ارجمندی داریم که معرف حضور همه شما بینندگان این برنامه هستند، آقای دکتر منصور فرهنگ، که اظهار نظرها و تحلیل های ایشون همیشه مورد توجه بوده و همه ما میآموزیم از صحبت های ایشون و از نقطه نظرهای ایشون. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون. سلام بر شما، متشکرم. آقای دکتر فرهنگ، این روزها دنیا با یک آشوب
شاید بگم کم سابقه و نه بی سابقه در نقاط مختلف دنیا روبروس و کشت و کشتارها، خشونت هایی که کمتر در این چندین سال گذشته میشه گفت در دهه های گذشته سابقه نداشته، ما شاهد هستیم سربریدن ها رو، کشتار ها رو، تجاوز ها رو، و به نظر میرسه که فریادرسی نیست. در این رابطه بسیاری از تحلیلگران معتقدند که عدم شناخت به اصطلاح کشورهای اروپایی و امریکا از فرهنگ منطقه، از آداب و رسوم منطقه موجب شده که هر بار یک غول جدیدی از شیشه بیرون بیاد و این مشکلات رو ایجاد بکنه که بعد نتونن به هیچ صورتی مهارش بکنند. الان با این ISIS و یا داعش، این حکومت اسلامی که خلیفه هم واسه خودش تراشیده، روبرو هستیم که خشونت هایی رو که کرده و خشونت هایی رو که انجام میده واقعا دل هر انسانی رو به درد میاره. میخواستم نظرتون رو در این مورد جویا بشم آقای دکتر. تردیدی نیست که دخالت دولت‌های غربی و خصوصا آمریکا در امور خاورمیانه، در تجاوز به عراق و به طور کلی اشغال عراق و تغییر رژیم عراق، یک نقشی ایفا کرده در ایجاد این بحران. ولی ریشه های اساسی این بحران در فرهنگ بومی منطقه وجود داره. یعنی حتی قبل از اینکه آمریکایی وجود داشته باشه، قبل از اینکه سیاست خارجی به این شکل وجود داشته باشه، ما از نظر تاریخی هم برگردیم میبینیم که این جنگ و جدال های فرقه‌ای و مذهبی در این منطقه از آغاز اسلام یا حتی قبل از اسلام وجود داشته. اما اون چیزی که امروز تغییر کرده، تکنیک های مدرن و تکنولوژی پیشرفته و دستگاه های تبلیغاتی، خصوصا رسانه های گروهی اجتماعی است که همه اخبار رو منتشر میکنه و تمام این جنایتکاران از این وسائل استفاده میکنند برای ایجاد ترس و وحشت در جامعه. توجه داشته باشیم که الان در خاور، در سوریه که 45 سال یک فامیل بر اونجا حکومت میکنند، جنایاتی انجام شده قبل از اینکه حتی داعشی به وجود بیاد، که 10 میلیون انسان آواره شدند، بیش از 200,000 نفر کشته شدند و طرفین این ماجرا خودشون رو مسلمون میدونن، یکی شیعه است یکی سنیه، و ادعاهایی که میکنن، جنایاتی که میکنن به نام این ادعاها توجیه میشه. حالا اشتباه بزرگ آمریکا در منطقه، حتی در این بعد از 11 سپتامبر، اشغال عراق و تغییر رژیم عراق بود که در عمل بدون اینکه بوش و دوروریای او توجه بهش داشته باشن، خدمت بزرگی بود به ایران. یعنی ایران دو تا دشمن داشت، یکی در عراق صدام حسین، یکی طالبان در افغانستان. آمریکایی‌ها اومدن و این دو تا دشمن رو از بین بردن و ایران رو چنون وارد معرکه و بازیگری کردن که به خواب اونها هم نمی اومد. یعنی در اون دوره‌ای که ایران صدور انقلاب رو در واقع کنار گذاشته بود و گرفتاری‌های داخلی و درگیری با این رقبای شرق و غرب، ایران در داخل ایران مسائل اصلی بود، یک مرتبه ایران بازیگر اصلی در عراق شد و این تسلط شیعه‌گری، یعنی از یک کریدور زمینی درست کردن بین ایران، عراق، سوریه و جنوب لبنان، تسلط حداقل نفوذ ایران رو زیاد کرد. آقای اوباما در اون موقع در وضعیتی پیش اومده که هیچ طرفی رو در اونجا نمیتونه بگه. یعنی یک جنگ شیعه و سنی داریم که دولت آمریکا یا اتحادیه اروپا نمیخوان یک طرف این ماجرا باشن بر طرف دیگه، به دلایلی که قابل فهمه. و بعد در میان سنی ها خودشون، یک طرف مصر رو داریم، عربستان سعودی رو داریم، اردن رو داریم، کشورهای عربی خلیج فارس رو داریم، که باز اینها بینششون و نظریاتشون کاملا متفاوته، رفتارشون کاملا متفاوته. یعنی بغرنج ایجاد شده که برای این بغرنج پا
پاسخ منطقی روشنی وجود نداره. خیلی جالبه که در ادبیات و گفتمان ها و سخنرانی ها و مصاحبات انگلیسی عبارتی هست به اسم گوف کردن، یعنی به زبان خودمون خیت کردن، یعنی یه چیزی رو گفتن که انتظار نداشتن از شما بشنون. آقای اوباما در مصاحبه مطبوعاتی چند روز پیش خوشبختی گفت که ما الان در منطقه خاورمیانه استراتژی نداریم، یعنی راهبرد نداریم. او یک واقعیت رو گفت، یک واقعیت غیر قابل انکار، برای اینکه استراتژی یا راهبرد یعنی هدف چیه، وسائل رسیدن به هدف چیه، مختلفین شما که هستن چه مدت زمانی طول میکشه، هزینه انسانی و مادی، و امروز هیچ کسی این رو نداره. ولی مخالفین اوباما که انگیزه های سیاسی خودشون رو دارن میان این رو بزرگ میکنن و فکر میکنن که این گناه یا اشتباه اوباما بوده که این فاجعه رو در اونجا ایجاد کرده، در حالی که این فاجعه در فرهنگ و اعتقادات و خرافات بومی این کشورها ریشه داره و تا زمانی که اعراب مثل ایرانی ها کثرت‌گرایی رو نپذیرند و بگن که کثرت‌گرایی اجتناب ناپذیره در جهان مدرن و ما باید راهی پیدا بکنیم که با هم همزیستی بکنیم، رواداری یاد بگیریم و یک مطلق رو نداشته باشیم که بخوام به دیگران تحمل، تا زمانی که این واقعیت رو نمیپذیرن این فجایع در خاورمیانه ادامه داره. تردیدی نیست که مقداری از مسئولیت رو هم میشه به گردن استعمارگران گذشته و یا قدرت‌های بزرگ جهانی امروز گذاشت، ولی اینها حاشیه‌های قضیه‌ن، بحث و مرکز این بحران در داخل خود منطقه و اعتقادات و خرافات و فساد مادی و معنوی رهبرانی است که به این کشورها حکومت می‌کنند. آقای دکتر فرنگ، خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادید در رابطه با اونچه که گفته شد، اشاره کردید در مورد آقای اوباما. اینجا در تمام طول مدت چند سال گذشته، به خصوص بعد از دور دوم ریاست جمهوری رسیدن آقای اوباما، ما شاهد یک حمله های بیرحمانه و بی حد و حصر از طرف مخالفین او و به خصوص جمهوری خواهان و در بعضی از موارد حتی دموکرات ها بودیم، و این که او بسیار آدم ضعیفی است، بسیار آدمی است که به قول معروف، حالا اون واژه مذبذب رو نمیخوام به کار ببرم، ولی خیلی دمدمی مزاج هست، نمیتونه تصمیم بگیره، و برعکس گروه مخالف اون گروه معتقدن که کاری که اون میکنه چاره دیگری جز اون چیزی که الان مشاهدش هستیم نیست. تا چه حد در این مورد جنابالی موافقید با مخالفین آقای اوباما و یا موافقین او؟ مخالفین اوباما در واقع به نظر من به دو دسته کلی تقسیم میشن. عده‌ای از جمهوری خواهان کسن، اینها خودشون که در افغانستان و در تصور بکنین که عده‌ای در واشنگتن نشستن و میگن میخوام بریم در افغانستان، ما در اونجا دموکراسی برقرار بکنیم، بریم در عراق، در اونجا دموکراسی برقرار بکنیم. اینها واقعا حرفای جنون‌آمیزیه که فقط آدم میتونه بگه اینها بحران میخوان و یا اینکه خیال پردازی ها و بلند پروازی هایی که دارن با عقلانیت ارتباطی نداره. اوباما از اولی که شروع کرد برای مبارزات انتخاباتی، او مخالف حمله به عراق بود و گفت هدف من خاتمه دادن به این دو جنگه، منتها نمیدونست که در این اواخر وقایع جدیدی پیش میاد. یک عده مخالفین میخوان اشتباهات گذشته خودشون رو امروز با انتقاد کردن از اوباما مخفی نگه دارن، خصوصا جمهوری خواهان، افرادی مثل دیک چینی و دوستان او. آقای مککین، آقای دکتر، آقای مککین در رأسشون نیست اینطور؟ مککین در رأسشون، برای اینکه آقای اتفاقا اوباما خیلی حرف خوبی زد، گفت ما یک چکش بزرگی داریم، ولی چون چکش بزرگی داریم همه مشکلات دنیا رو یه میخ میبینیم که باید بزنیم تو سرش. واقعیت امینه که دخالت نظامی امروز نمیتونه
این بحران رو حل بکنه. دخالت نظامی فقط میتونه اگر در داخل خود کشور این کشورها حرکتی جلب شود که حل فصل مسائل باشه، ممکنه که کمک نظامی آمریکا هم نقش مثبتی ایفا بکنه، ولی به خودی خود به هیچ وجه پاسخگوی این بحران نیست. ولی دلیل دومی که این بسیار مهمه، دلیل دومی که اوباما مورد انتقاد شدید قرار گرفته اینه که من از شما خواهش بکنم بینندگانتون اگر علاقمندن یک مقاله بسیار مفصلی در مجله نیویورکر راجع به ایپک، یعنی یک سازمان اسرائیل، لابی اسرائیل در کنگره آمریکا، که چه قدرتی دارن. اوباما کسی بود که حتی قبل از اینکه رئیس جمهور بشه میگفت این امنیت و دموکراسی اسرائیل و منافع اقتصادی و امنیتی آمریکا و ارزش‌های حقوق بشری حکم میکنه که اختلاف بین فلسطین و اسرائیل مسالمت‌جویانه حل بشه. او علاقمند بود که اسرائیل بپذیره که این شهرک‌سازی‌ها رو متوقف بکنه و با محمود عباس که 15 سال خشونت رو تقبیح کرده و عملاً با دولت اسرائیل و نیروهای امنیتی اسرائیل در باخترانه باختری رودخانه اردن همکاری کرده، بتونن اینها به توافقی برسن. متاسفانه دولت نتانیاهو تحت هیچ عنوانی علاقمند به صلح نیست و کابینه‌ای که او تشکیل داده کابینه دست راستی است که فلسطینی‌ها رو وبا و سرطان می‌دونن. این در مقصودم این نیستش که هر کاری فلسطینی‌ها می‌کنن ما تایید بکنیم، به هیچ وجه. من خشونت حماس رو محکوم می‌کنم، ولی خشونت حماس مسئله نیست، مسئله اشغال سرزمین 4.5 میلیون انسانه که اینها تنها گروه بشر هستن در دنیا که هویت ملی ندارن، یعنی گذرنامه ندارن، یعنی از اون جایی که هستن نمیتونن خارج بشن و اگرم خارج بشن اجازه بازگشت ندارن. دوم این که این 4.5 میلیون برخلاف ادعاهایی که اسرائیل هی مرتب از فلسطینیای 70 سال قبل رو 100 سال قبل میکنه، این 95% این 4.5 میلیونی که در نوار غزه و کرانه غربی رودخانه اردن زندگی میکنن، در سال 1967 که اسرائیل این بخشا رو اشغال کرد یا بچه 3-4 ساله بودن یا اصلا متولد نشده بودن. یعنی ما داریم را بیش از 4.5 میلیون انسانی صحبت میکنیم که تنها تجربه‌ای که از زندگی داشتن زندگی زیر تسلط نظامی یک اشغالگر بوده. اوباما میخواست این رو حل بکنه و امروز که دست راستی های اسرائیل و در خود اسرائیل روشنفکران حامیان صلح بهترین تحلیل ها و انسانی ترین تحلیل ها از این مسئله از یهودیانی که در خود اسرائیل زندگی میکنن میاد، ولی چون اوباما نتونست آقای نتانیاهو رو متقاعد بکنه، نتانیاهو از طریق لابی خودش و کنگره آمریکا که خوندن این مقاله واقعا جالبه، یعنی خود این مجله نیویورکر دیوید رمنیک که سردبیرونه خودش یک یهودیه که از تعهدش به امنیت و دموکراسی یعنی اسرائیل از هیچ کس کمتر نیست، یک مخالفت هم از اونجاست که میخوان اون رو بی اعتبار بکنن، میخوان وضعیت او رو در افکار عمومی آمریکا به شکلی پایین ببرن که در واقع تلاش او رو برای ایجاد صلح و دستیابی به حل و فصل مسئله فلسطین جلوگیری بکنن و تا حالا موفق شدن. وگرنه مقصودم وگرنه اوباما در برابر مسائل مشکلاتی قرار داره که راه حل ساده‌ای برای اونها وجود نداره و ما به نظر من مردم آمریکا خیلی خوشبختن که او حاضر نیست که فقط به خاطر اینکه من چکش بزرگ دارم بگه بزنیم تو سر یه میخ. بالاتر از این، سنجش افکار در آمریکا نشون میده که بیش از 75% مردم آمریکا با دخالت نظامی مجدد این کشور در خاورمیانه مخالفند. بنابراین موضع اوباما با خواست اکثریت مردم تفاوتی نداره، ولی به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه اوباما در این مملکت میشه موقعیت او در افکار عمومی تضعیف شده. خیلی ممنونم آقای دکتر منصور فرهنگ. اشاره کردید به مسئله عراق و اشغال عراق توسط
نیروهای امریکایی در چندین سال گذشته و در واقع سقوط حکومت صدام حسین، و الان همونطور که اشاره کردید، خب بسیاری از کسانی که الان با اوباما دارن مخالفت میکنن اون رو پیراهن عثمان کردن بر علیه او، که در عراق بدون مطالعه نیروهای امریکایی رو از عراق بیرون کشید، و این ماجراهایی که داره پیش میاد به علت خلایی است که اونجا به وجود آمده. در این مورد چه میشه گفت؟ اول اینکه اون عهدنامه‌ای که برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق امضا شد در زمان دولت بوش بود. انتقادی که از اوباما میکنن، میگن چرا با آقای نوری المالکی به یک توافقی نرسید که تعدادی از نیروهای نظامی آمریکا در عراق باقی بمونن. واقعیت امنه که اگر نیروهای نظامی آمریکا بخوان در یک کشور دیگه باقی بمونن، اینها باید از نظر حقوقی مسئولیت خودشون رو داشته باشن. این نوری المالکی بود که تحت تأثیر ایران نمیخواست نیروهای آمریکایی در اونجا باشن. دوم اینکه نوری المالکی میخواست در داخل عراق یک حکومت 100% شیعه ایجاد بکنه. این شیعه گری و خرافات شیعه گری ایدئولوژی نوری المالکی بود و سنی ها رو ترد کرد. بنابراین بود و نبوده نبودن آمریکایی ها در اونجا تغییری در این واقعیت ایجاد نمی‌کرد. از طرف دیگه تا چه مدتی؟ 10 سال آمریکایی ها $2 trillion در این کشور خرج کردن و به اصطلاح اومدن یک ارتش نزدیک به 500,000 نفری در عراق رو تربیت کردن، آموزش دیدن، بهشون وسائل نظامی دادن، اسلحه دادن، و اینا در برابر یک حمله داعش که قرار گرفتن از هم پاشیدن و همشون فرار کردن. یعنی چیزی به نام تعهد بین اینها در داخل اینها وجود نداره. بنابراین این گناه رو گردن اوباما وجود آمریکا تا کی میتونن بمونن؟ مگه دموکراسی سرباز آمریکایی رفته اونجا در داخل عراق کردستان، کردها و سنی ها و شیعه ها ناسازگاری میکنن با هم، حاضر نیستن هم دیگر رو بپذیرن؟ به این دلیل که در ایران خودمون که آمریکایی‌ها نبودن، آیا سنی ها در شهرهای ایران اجازه داشتن مسجد خودشون رو دارن؟ ایران میخواست با نوری المالکی تحت تاثیر ایران و غالب کسانی که در کابینه او بودن تحت تاثیر شبه فاشیستای مذهبی ایران بودن و میخواستن ماجرای ایران رو در اونجا تکرار بکنن. بنابراین بود و نبود 4000 5000 10000 سرباز آمریکایی در اونجا برای 2 سال یا 3 سال دیگه، حتی اگر نوری المالکی موافق بود، نمیتونست مسئله رو حل بکنه. مسئله داخلی است. یعنی اگر نوری المالکی از اول دولت فراگیری تشکیل داده بود که سنی و کرد به همون اندازه حق داشتن که شیعه، در اون موقع داعش نمیتونست در داخل عراق موفقیت رو داشت. توجه داشته باشیم که تمام شهرهایی رو که دهاتی رو که داعش تونست کنترل بکنه، اکثریت بزرگ جمعیت اونجا سنی هستن و این سنی ها بر مبنای همه مطالبی که من خوندم، اینها با اعمال و رفتار و جنایات داعش مخالفند، ولی در طی 10 سال گذشته چنون مورد ظلم و ستم حکومت شیعه عراق قرار گرفتن که میگن به اصطلاح این بیشتر حب علیه، بغض ما آب تا بغض ما آبیه، بغض ما آبیه است تا حب علی، به اصطلاحی که ما به کار میبریم. میگن به هر حال انتقام ما رو داعش داره، انتقام ما رو از این شیعه های شبه فاشیستی که میخواستن اینجا رو کنترل بکنن بگیر، نه اینکه خودشون بهتر بودن به هیچ وجه. واقعیت امر اینه که ناسازگاری در خود عراق بوده، یعنی فرقه گرایی و اختلافات مذهبی شیعه و سنی و غیر ذالک، اینها نمیتونه احساس خویشاوندی ملی رو در اونجا ریشه دار بکنه. و فساد عجیب رهبرانی عراق در این مدت از نظر مادی که واقعا مقالات بسیار زیادی راجبش نوشته شده. بنابراین باز ما باید برگردیم بگیم
ریشه های این فاجعه در کجاست. تردیدی نیست که بخشی از انتقادات هم مربوط میشه به دخالت ها و اعمال و رفتار تاکتیک های خارجی ها، ولی امروز وقتی ما نگاه میکنیم تمام این جنایاتی که داره انجام میشه به نام اسلام ناب محمدی، به نام پیغمبر حسن و حسین و تقی و عمر و ابوبکر، و اینها تمام از فرهنگ سیاسی و خرافات این جوامع سرچشمه میگیره. اینها اعتقادات و خرافاتی نیست که آمریکا و انگلیس به این کشورها صادر کرده باشه. خیلی ممنونم آقای دکتر فرهنگ. اشاره کردید به اتفاقاتی که همواره در به خصوص همسایه های کشورهای همسایه ایران اتفاق افتاده و وقایعی که اونجاها به صورت گرفته، چه آبی به آسیاب جمهوری اسلامی ریخته. فکر نمی کنید پیدایش این جانور داعش یک شانس دیگری است برای ایران که امریکا بخواد از این حکومت به ناچار حمایت بکنه و به ماندگاریش کمک بکنه و این داستان ادامه پیدا بکنه؟ این بسیار سوال مهمیه. یعنی امروز امریکا در برابر این گزینه قرار گرفته که برای سرکوب داعش، که بدون چون و چرا جنایتکارترین تشکیلات سیاسی منطقه در حال حاضره، که من فکر میکنم دست کمی از دولت بشار اسد نداره، اگرچه دولت بشار اسد این سربریدن در ملای عام و پخش کردن ویدیو این جنایات رو دست به این کارا نمیزد، برای اینکه به هر حال خودش در خارج زندگی کرده، همسرش سالها در انگلیس زندگی کرده و انگلیسی بوده، اینا میدونن که چه پیامدهای منفی میتونه داشته باشه. ولی در جنایت کردن و کشتار مردم و بمباران مردم، در وقتی میگیم 10 میلیون، یعنی نیمی از جمعیت سوریه آواره شده، 3 میلیون خارج از کشور و 7 میلیون در داخل خود کشور، بنابراین جنایات بشار اسد کمتر از جنایات داعش نیست، اگرچه داعش در نوع کار و سربریدن و غیر ذالک چه احساسی به انسانها دست میده که واقعا بی سابقه است در حداقل در خاطره من. اما اینکه ایران امروز آمریکا به جایی رسیده که اگر داعش خطرناکترین دشمن صلح و امنیت در منطقه محسوب بشه، نه اینکه دیگران خطرناک و دشمن صلح و امنیت نیستن، بنابراین هیچ بعید نیست که آمریکا مجبور بشه با ایران و سوریه، یعنی دو رژیمی که در تقابل آمریکا بودن، با اینا نه اینکه به طور رسمی وارد یک ائتلاف بشه، بلکه به طور غیر رسمی. برای اولین بار وقتی دولت آمریکا شروع کرد مواضع نظامی داعش رو در عراق بمبارون بکنه، در ایران حتی روزنامه کیهان یک کلام حرف انتقادی نداشتن. بله. در اینجا یک مرتبه بمباران آمریکا چه به همینطور این نیروهای شیعه‌ای که به وسیله ایران تربیت شدن، آموزش دیدن و مسلح شدن می‌جنگیدن، اینها همون نیروهایی بودن که علیه آمریکایی ها می جنگیدن در سال 2006 و 2007 که جنگ داخلی ادامه داشت، و همه اینها تحت تاثیر ایران بودن. خیلی جا این واقعا از این هم از اون فجایع و طنز تاریخه که وضعی در خاورمیانه پیش اومده که آمریکا حداقل برای پیشبرد اهداف کوتاه مدت خودش باید همکاری بکنه با سوریه و ایران، دقیقا همون کاری که جورج بوش کرد و در اون موقع چه خدمتی به بلند پروازی ایران کرد. ولی من فکر میکنم این نوع همکاری ها، این نوع هماهنگی ها و ائتلافات تاکتیکی است، و این هماهنگی و همکاری تاکتیکی نمیتونه مسائل اساسی رو حل بکنه، ولی همونطور که شما گفتین در کوتاه مدت میتونه بلند پروازی ایران رو دامن بزنه. آقای دکتر فرهنگ با اجازتون یک چند لحظه میریم و برمیگردیم، شما هم خستگیتون یکم در بره، این همه من مزاحمتون شدم، تا چند لحظه دیگه برمیگردیم بینندگان عزیز و صحبتمون رو با آقای دکتر منصور فرهنگ ادامه میدیم، با ما باشید. من این شهر رو ترک میکنم بعد تو، واسه این که یک ذره آروم بشم، سراغی نگیر از من و گریه هم، فقط از تو اینه همه خواهشم. من این شهر رو ترک میکنم بعد تو، شاید
درد این قصه یادم بره، اگه از خودم از دلم میگذرم، میخوام حس کنم حال تو بهتره. نباید بفهمی که حالم بده، نمیخوام که دردامو تسکین بدی، بعیده که برگردی تو زندگی، به من حرف تو رو کوازه زدی. نباید بفهمی که حالم بده، نمیخوام که دردامو تسکین بدی، بعیده که برگردی تو زندگی، به من حرف تو رو کوازه زدی. طاقتم چه روزای من رنگ بی رنگیه، اگه این همه عشق رو گونمه، توجه نکن واسه دلتنگیه. نگاهم بهش بعد از این زخمیه، نگاهی پر از درس تنها شدن، یه فکر خراب، یه زخم عمیق، از این یادگاری که دادی به من. بینندگان عزیز، به صحبتم با آقای دکتر منصور فرهنگ، استاد دانشگاه، تحلیلگر و صاحب نظر سیاسی اقتصادی و صاحب نظر مسائل ایران ادامه میدم. آقای دکتر با سلام مجدد. خواهش میکنم. آقای دکتر، اشاره کردید به مسئله فلسطین و نفوذی که در واقع آیپک داره در امریکا به طور کلی. الان شرایطی که پیش آمده و وضعی که پیش آمده، عده زیادی معتقدند که در واقع این جنگ نابرابری بوده که اسرائیل بهش اقدام کرده، البته در جواب موشک پرانی هایی که میشد از طرف حماس، ولی میگویند که منتقدین اوباما هم میگویند که حمایت بدون قید و شرط دولت امریکا از اسرائیل این کار رو مشکل و مشکل تر کرده و میکنه. چیه نظرتون؟ بعد به علاوه میخوام اشارهی بفرمایید به یک مصاحبه‌ای که در واقع آقای فروزنده همکار ما داشتن با جناب علی و آقای مناشه امیر، که فکر می‌کنم یک قسمت دیگه‌اش رو هم همین روزها از تلویزیون خوب اندیشه شاهد خواهیم بود. به تردیدی نیست که از روزی که اسرائیل تأسیس شد مورد تهدید کشورهای عربی قرار گرفت و تعهد آمریکا به امنیت اسرائیل بر در هر دو حزب و در جامعه آمریکا یک واقعیت غیر قابل انکار بوده و هست. این رو انکاری نمیشه کرد. ولی حمایت از امنیت اسرائیل دلیل بر این نمیشه که تمام سیاست‌های دولت‌های اسرائیل سر کار میان همه اینها مورد تایید آمریکا باشه. خیلی جالبه که پرزیدنت کارتر بعد از اینکه ریاست جمهوریش تموم شد، رفت کتابی نوشت، گفتش که صلح یا آپارتاید. اومد اسرائیل رو متهم کرد که شما صلح نمیخواید و اومدین یه سیستم آپارتاید درست کردیم که بدون چون چرا یه واقعیت غیر قابل انکاره. اوباما به همون اندازه‌ای به امنیت اسرائیل، به سعادت اسرائیل و ادامه دموکراسی اسرائیل برای شهروندان یهودیش ایمان داشت و داره که هر رئیس جمهور دیگری. ولی اگر اسرائیل یک کشور توسعه طلب بشه، اگر اسرائیل بخواد الان
چهل و چند ساله که مناطقی رو اشغال بکنه که یک کشور در دنیا این اشغال رو به رسمیت نمیشناسه. حتی این شهرک سازی هایی که در کرانه باختری کردن، من خودم اونجا بودم، 600 هزار اسرائیلی در اونجا زندگی میکنن، جاده هایی ساختن که فقط یهودیان میتونن استفاده بکنن و فلسطینی ها رو در مراکز مختلفی پخش کردن که حتی اگر یک فلسطینی از یک ده بخواد بره یه ده دیگه باید از 5 تا راهبند اسرائیلی رد بشه و امروز بیش از 5000 فلسطینی در زندان های اسرائیلن که اکثریتشون حتی متهم به هیچ نوع عملی نشدن در اسرائیل. یه قانون امنیت ملی هست که هر فلسطینی رو میتونن، فلسطینی که در مناطق اشغالی زندگی میکنه، بگیرنش 6 ماه زندانیش بکنن و این 6 ماه بدون هیچ نوع محدودیتی تمدید بکنن. بنابراین یا نوار غزه همونطور که نخست وزیر بریتانیا گفت بزرگترین زندان دنیاست، یعنی به هیچ کنترلی روی مرزهای خودشون ندارن و رفت و بردن غذا، یعنی اینا فقط با کمک‌های سازمان ملل متحد میتونن زنده بمونن. بنابراین در این شرایط تا زمانی که اشغال ادامه داره، اشغال بدون چون و چرا در سراسر تاریخ، اشغال یک سرزمین به وسیله دیگه بدون ستمگری، بدون ظلم، بدون فشار امکان پذیر نیست و وقتی این ظلم و ستمگری ادامه داره، مقاومت هم بدون چون و چرا به وجود میاد. حالا در این مقاومت میتونن تاکتیک هایی به کار ببرن که به هیچ وجه مورد قبول دیگران نباشه، از نظر حقوق بشر، قوانین بین المللی مردود باشه، که موشک پراکنی حماس هست، اگرچه این موشک پراکنی ضرر هیچ اون توانایی نظامی نداشته که اسرائیل رو تهدید بکنه، ولی کار دیدبان حقوق بشر که من در هیئت، در عضو هیئت مشاورین خاورمیانه هستم، هم اسرائیل رو برای جنایات جنگی محکوم کرد و هم حماس رو. ولی اگر ما میخوایم این مسئله حل بشه، میگیم چرا مردم در اونجا در وضعی قرار دارن که بخوان دست به این نوع اقدامات بزنن؟ چرا در کرانه باختری که محمود عباس با اسرائیل همکاری کرده و خشونت رو به کلی تقویت کرده، نه تنها هیچ آوانسی به اون ندادن، بلکه روز به روز شهرک‌های یهودی نشین رو گسترش دادن؟ بنابراین در این شرایط اوباما میدونه واقعیت چیه، ولی به خاطر کنگره آمریکا، به خاطر تعهد این جامعه به امنیت اسرائیل، نمیتونه به طور رسمی بیاد مخالفت رو بکنه. ولی مخالفت او خیلی خوب روشنه، تا جایی که وزیر خارجه آمریکا آقای جان کری که یک عمر از اسرائیل حمایت کرده، بعد از رفت بازگشت 10 بار به اسرائیل رفتن و تلاش برای باز کردن گفتگوی صلح، کارش به جایی رسید که بگه اسرائیل کشور آپارتاید شده و چه پرخاشگری هایی به او کردن در خود اسرائیل. بنابراین این که بسیاری از سیاستمداران آمریکا، خصوصا بعد از اینکه از در موضع قدرت یا مسئولیت نیستن، این واقعیات رو میدونن، ولی ثروت عجیبی که در اختیار ایپک هست و پولهایی که اینا بعد در انتخابات خرج میکنن و نیرویی که اینها دارن برای شکست دادن اعضای کنگره ای که بخوان از اینا انتقاد بکنن، انقدر وسیعه که در تاریخ آمریکا بی سابقه است. و این رو من خواهش میکنم از بینندگانی که علاقمند به این مسئله هستن، فقط این مقاله مفصل نیویورک تایمز رو بخونن، مجله نیویورکر رو، معذرت میخوام، نیویورکر. آقای دکتر نویسنده کی بود اسمش؟ دیوید، متاسفانه الان یادم نیست، اگه یک لحظه وقت داشتم میتونستم همین مجله تو اون اتاقه، ولی همین شماره هفته گذشته است و همین شماره اول هفته اول ماه اوته و مقاله مفصل مجله نیویورکره، که این تنها علتی که من اون مجله رو اسم دادم، من که این با اعتبارترین و محترمترین مجله‌ای که در آمریکا منتشر میشه و بسیاری از نویسندگان از جمله سردبیرش یهودی هستن، که یهودی هستن. بنابراین مثل بسیاری ما در یهودیان اسرائیل، کسی مثل دیوید گروسپن، نویسنده بزرگ اسرائیلی که پسر خودش در جنگ دوره لبنان کشته شد، ایموس آز، ناولیست و نویسنده بزرگ اونجا، نویسندگان بزرگ اسرائیلی
که تعهدشون به امنیت و رفاه اسرائیل از هیچ کس کمتر نیست، سخت انتقاد میکنن از دولت نتانیاهو و دست راستی های مذهبی که حاضر نیستن با فلسطینی ها وارد یک گفتمان عادلانه بشن. این دلایل من فکر میکنم که انتقادات از اوباما راهی است برای اینکه بی اعتبار کردن او و گریز از این واقعیت که در اینجا دولت این و اختلاف بین فلسطین و اسرائیل اختلاف بین حق و باطل نیست، اختلاف بین حق و حق. مردم اسرائیل حق دارن، 2000 سال بر ضد اینها جنایت شد، 2000 سال تبعیض علیه اینا بود، 2000 سال احساسات ضد یهود که غالبا از مسیحیت می اومد، چه جنایاتی و سرانجام به قتل عام یهودیان هولوکاست در آلمان کشید. این انسان ها حق دارن که در جامعه امنی زندگی بکنن، در جامعه امنی که هویت خودشون مورد احترام باشه، و این 100% یه حق اونهاست، تردیدی نیست. ولی این حق، حق انسانهای دیگری که به اندازه اونها در همون سرزمین سابقه دارن کم نمیکنه. بنابراین فلسطینی ها حق دارن که کشور مستقل خودشون رو داشته باشن، همونطور که اسرائیل حق داره که کشور مستقل خودش رو داشته باشه. منتها امروز این مبارزه، این رقابت حق علیه حق، یک طرف ضعیف، فقیر، حقیره، یک طرف یکی از بزرگترین قدرت‌های نظامی دنیاست که حتی تسلیحات اتمی و هیدروژنی هم داره. بنابراین امروز از این قدرت بزرگ آدم انتظار داره که بیان از گذشته‌های خودشون عبرت بگیرن، بگن این همه یهود. خیلی جالبه که یادمون باشه که یهودیان در اروپا از همه کشورها چه جنایاتی علیه این مردم نشد، از روسیه، از حتی از بریتانیا، از فرانسه، از آلمان، از بسیاری کشورهای اروپایی اینها رو اخراج میکردن، و در دوره اینکویزیشن چه جنایاتی در اسپانیا نسبت به اینا کرد. انتظار انسانهای مترقی این بود که وقتی این مردم استقلال خودشون رو دارن، قدرت دارن، توانایی دارن، رفتارشون با کسانی که در موضع ضعف قرار دارن مثل رفتار پیشینیانی که با اونها میکردن نباشه. این انتظار از یهودیان بوده و هست که شما باید از تجربیات خودتون عبرت بگیرید و با دیگران که زیر سلطه شما هستن با رأفت و عقلانیت رفتار بکنید. ولی چی شده؟ امروز فلسطینی ها عملا یهودیان خاورمیانه شدن، یعنی 4.5 میلیون انسانی که تابعیت هیچ جا رو ندارن، هویت ملی ندارن. تمام کشورهای عربی، فاشیست هایی که بر کشورهای عربی حکومت کردن، از مصر یا بر ایران حکومت کردن، همه اینها فلسطینی ها رو به عنوان ابزار سیاست خارجی ازشون استفاده میکنن و به هیچ وجه برای انسانیت و حقوق اونها احترام و ارزش قائل نیستن. ولی چون میخوان در برابر اسرائیل موضع بگیرن و این از اون اوضاعی است که همه دنیا میفهمن که ظلمی به اینا شده، وگرنه کشورهای عربی به هیچ وجه در حمایت از فلسطینی ها اقدامی نکردن و فلسطین از عراق بیرونشون کردن، از کویت بیرونشون کردن، از سوریه بیرونشون کردن، از مصر بیرونشون کردن، از اردن بیرونشون کردن. خیلی جالبه که فلسطینی های منطقه خاورمیانه در 40 و چند سال گذشته به همون وضعی گرفتار شدن که یهودیان در قرن 17 و 18 و 19 و اروپا. خیلی ممنونم آقای دکتر فرهنگ. من آخرین سوالم رو خدمتتون مطرح میکنم. اشاره کردید به نفوذ یک سازمان و یا یک نهاد به نام ایپک. آقای رالف نیدر که یکی از به اصطلاح طرفداران حقوق مردم هست، مقاله مفصل و سخنرانی مفصلی رو ایراد کرده بود که چطور شرکت‌های بزرگ امریکایی در واقع سیاستمداران امریکا رو می‌خرند با پولایی که خرج می‌کنند در هنگام انتخابات. ما در حدود 3 دقیقه 5 دقیقه فکر می‌کنم ماکسیموم وقت داریم، اگه در این مورد توضیح بدید و نظرتون رو بفرمایید ممنون میشم. یعنی با نهایت تأسف این انتقاد فقط از رالف نیدر نمیاد، کتاب‌های متعددی در این مورد منتشر شده. با نهایت تأسف باید بگیم که در
کشوری که برای اولین بار دموکراسی رو نهادینه کردن، یعنی آمریکا، اگرچه این دموکراسی نیمبند بود، دموکراسی بود که هنوز بردگی درش وجود داشت، هنوز زنها حق رأی نداشتن و اون اوائل فقط کسانی که مالک بودن میتونستن رأی بدن، ولی از اون آغاز کار به جایی رسید که امروز فراگیرترین دموکراسی دنیا شده. ولی اون چیزی که این دموکراسی جالب و فراگیر رو تهدید میکنه نقش پوله، که به جای اینکه این دموکراسی نرم نرم داره تبدیل میشه به پلوتوکراسی، یعنی حکومت به وسیله پول نه حکومت به وسیله مردم. و امروز بیلیون ها دلار خرج این انتخابات، یعنی یک کاندیدی که بخواد برای یک پستی مبارزه انتخاباتی بکنه اگر منبع وسیع مادی نداشته باشه امکانش بسیار محدوده. در بعضی ایالات مثلا مثل ورمانت یا مثل نوهمشیر یا مثل رودارن، ایالاتی که کوچیکن، مثلا ورمانت حدود 650,000 جمعیت داره، در اونجاها هنوز یک کسی مثل برنی سندرز، یک آدم بسیار پیشرو، میتونه مبارزه انتخاباتی بکنه ببره. ولی وقتی صحبت از کالیفرنیا میکنیم، از نیویورک میکنیم، از ایلینوی میکنیم، از تکساس میکنیم، بدون پول غیر ممکنه که کسی بتونه یک کاندید معتبری باشه در انتخابات آمریکا. این یک فاجعه است که در حال وقوعه و بسیاری از روشنفکران و بسیاری از تحلیلگران آمریکا راجبش نفرین. یکی از آدمایی که توجه زیادی به این بازی میکنه رالف نیدره، ولی او تنها آدم نیست. بله. و کسی علاقمند باشه کتاب ها برنامه های زیادی در اون، و این واقعا این واقعه خطر بزرگی است برای دموکراسی در آمریکا. آقای دکتر، در دوردست ها میبینید که واقعا با اون چه که در این مملکت وجود داره و ما شاهد بودیم که واقعا قدرت مردم در یک حد عجیب و غریبی است، در بعضی موارد که عموم با یک کاری مخالفند اینقدر فشار میارن که دولت‌ها رو ناچار میکنن به پذیرفتن اون تغییرات و یا متوقف کردن کارهایی که دولت میخواد انجام بده. آیا در دوردست میبینید که واقعا تغییرات اساسی به وجود بیاد در سیستم انتخاباتی امریکا، که چندین بارم مثل که اقداماتی شده که این پولهایی که به کاندیداها داده میشه محدود بشه و این گونه مسائل، آیا چنین چیزی رو میبینید؟ فقط در صورتی اتفاق میفته که نتایج منفی سیستم پلوتوکراسی، یعنی حکومت پول، به جایی برسه که اکثریت مردم در زندگی روزانه خودشون نتایج منفی اون رو لمس بکنه. یعنی دقیقا اتفاقی که در دهه 1930 افتاد، بعد از اون مشکلات بزرگ اقتصادی، این برنامه امنیت اجتماعی که ما امروز در اینجا داریم، بسیاری از برنامه ها در اون دوره 30 سال بود. تا زمانی که در جامعه آمریکا و فرهنگ آمریکا توریست، تا زمانی که این مشکلات رو مردم در زندگی روزانه خودشون لمس و احساس نکنن، عکس العمل سازنده‌ای بهش نشون نمیدن. یک بحث منطقی و اصولی نیست، بلکه یک عملکرد که باید بر مبنای تجربه و احساس باشه. ولی هنوز به نظر من طبقه متوسط آمریکا، اگرچه داره روز به روز در این جهت پیش میره، ولی هنوز به اون جایی نرسیده که بخواد در برابر پلوتوکراسی، یعنی حکومت پول، موضعی بگیره، همونطور که اتحادیه‌های کارگری و نیروهای مترقی در برابر قدرت‌های بانک و کورپوریشن‌های بزرگ در دهه 1930 موضع گرفتن و تغییرات بسیار مترقی نهادینه کردند. آقای دکتر منصور فرهنگ بینایت، سپاسگزارم از اینکه دعوت من رو برای شرکت در برنامه گلگشت امروز پذیرفتید. امیدوارم در آینده بتونم باز هم از نظرات شما من و بینندگان برخوردار بشیم. خیلی متشکرم. با جناب عادی و همکار خوبم، به اتفاق همکار خوبم امیر درخشان، از شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنم تا هفته آینده که با برنامه دیگری از سری برنامه های گلگشت در خدمتون خواهم بود. روز و روزگار به شما خوش.